درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه اول آگوست 2023 میلادی برابر است با دهم آمرداد سال 1402 خورشیدی. بعد از درگیری روز یکشنبه هشتم آمرداد نیروهای امنیتی با ساکنان روستای آقدره در شهرستان تکاب، گزارش ها حاکی از محاصره این روستا به دست ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این محاصره بعد از آن رخ داد که گروهی از خانواده های افراد بازداشت شده در این روستا مقابل فرمانداری شهر تکاب تجمع کردند. شبکه حقوق بشر کردستان هم روزهای اخیر گزارش داد که تجمع مردم روستای آقدره در اعتراض به عدم یافتن شغل در معدن طلای این منطقه بوده است. بر اساس گزارش این سازمان و همچنین گزارش شبکه‌های اجتماعی، تجمع اهالی این روستا در نزدیکی معدن طلای آقدره در روز یکشنبه هشتم آمرداد به حمله نیروهای انتظامی انجامید و عوامل سرکوب این تجمع را به خشونت کشیدند. هنگاه نوشته است که بیش از 50 شهروند کرد بازداشت و بیش از 10 تن هم مجروح شدند. ده‌ها شهروند دیگر هم از ترس بازداشت به کوه‌های اطراف روستا پناه بردند. اعتراضات ساکنان بومی در روستای آقدره که سالهاست در جستجوی کار هستند مورد توجه مسئولان و مقامات حکومتی قرار نگرفته است. این در حالی است که مسئولان استانی از مدت‌ها پیش به خانواده‌های بومی وعده استخدام در معدن را دادند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در دو روز گذشته 11 زندانی بلوچ و یک شهروند افغانستانی را در زندان‌های ایران اعدام کرده است. بر اساس گزارش روز سه‌شنبه دهم آمرداد خبرگزاری حالوش، حکم اعدام این زندانیان در زندان‌های زاهدان، زابل و بیرجند اجرا شده است. حالوش گزارش کرده که هیچ یک از این زندانیان با خانواده‌های خود ملاقات آخر انجام نداده و خانواده آنها صرفاً برای تحویل گرفتن جنازه بستگان خود فراخوانده شدند. حالوش گزارش کرده که پرونده این شهروندان که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در ربالی غیرقانونی و دارای ابهام بررسی شده و حداقل یک تن از این افراد با وجود دستور قاضی بابت تخصیص دریافت یک درجه تخفیف اعدام شده است. شرایط نامناسب اقتصادی و نداشتن آینده مطمئن باعث شده تا برخی از مردم برای تأمین حداقل‌ها و گذراندن چند ماه دست به فروش اعضای بدن بزنند. وبسایت گسترش نیوز در گزارشی به این پدیده پرداخته و نوشته است که دلالان از نداری مردم کسب سود می‌کنند و سودجویان کشورهای همسایه با معامله اعضای بدن درآمد ارزی به جیب می‌زنند. این وبسایت وابسته به وزارت صمت نوشته که به تازگی شاهد آگهی‌های فروش چند عضو به صورت همزمان از سوی افراد هستیم که گاهن سن کمی هم دارند. این افراد عموماً به واسطه مشکلات مالی اقدام به فروش اعضای بدن خود میکنن. قیمت های اعلامی برای کلیه مغز استخوان و یک چهارم کبد از 400 میلیون تومان تا 1.2 میلیارد تومان متغیر است و برخی از افراد هم همزمان چندین عضو خود را یک جا برای فروش گذاشتن. بر اساس گزارش میدانی این رسانه، کانال های تلگرامی و پیج های اینستاگرامی فروش اعضا فعال هستند که کاربران فعال زیادی هم دارند و با ثبت آگهی رایگان اندام های حیاتی را که تمایل به فروش دارند عرضه می کنند. در این گزارش آمده که دلالان فروشنده را راهی کشورهای همسایه مانند امارات متحده عربی و ترکیه می کنند تا اعضای بدن خود را به قیمت 7000 دلار تا 15000 دلار بفروشند. در این گزارش تاکید شده که کشورهای دیگر خرید و فروش اعضای بدن را غیر قانونی کردند و ایران تنها کشوری است که در آن خرید و فروش عضو از لحاظ قانونی و شرعی بلامانع است. روزنامه جهان صنعت هم در یک گزارش از افزایش شدید خرید و فروش اعضای بدن در ایران به دلیل افتادن شهروندان به دره فقر خبر داده بود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ادعا کرد که پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی
که به گفته او اکنون در مرحله انشاء رأی است، با حرفه خبرنگاری و گزارش کشته شدن مهسا امینی ارتباطی ندارد. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، سه‌شنبه 10 مرداد در نشست رسانه‌ای هفتگی خود مدعی شد که این دو خبرنگار زندانی در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت متخاصم آمریکا داشتند و به زودی گزارش کاملی از این موضوع در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. تکرار این ادعا در حالی است که مقامات وزارت امور خارجه ایالات متحده پیشتر با بی اساس خواندن چنین اتهامی صراحتاً ارتباط نیلوفر حامدی و الهه محمدی با آمریکا را رد کرده و خواستار آزادی آنها شدند. دادگاه این دو روزنامه‌نگار هفته گذشته بعد از برگزاری دو جلسه به اتمام رسید و آنها در حال حاضر در زندان اوین نگهداری می شوند. این دو روزنامه‌نگار در جریان دادگاه غیر علنی همه اتهامات وارده به خود را رد کردند. روزنامه اعتماد در گزارشی که امروز سه‌شنبه 10 مرداد منتشر شده، از تعرض جنسی و تجاوز به دست کم 3 زن در شهرستان محلات از شهرهای استان مرکزی خبر داده است. بر اساس این گزارش، در خرداد سال جاری یک دختر نوجوان که به خاطر شغل مادرش از تهران به محلات نقل مکان کرده، توسط 3 سارق و زورگیر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، اما موفق شده با کمک شهروندان از دست سارقان فرار کند. همچنین یک منبع آگاه از تجاوز گروهی به یک مادر و دختر در این شهر خبر داده که به واسطه افشای آن، فرماندار شهر محلات مجبور به استعفا شده و در حال حاضر جایگزینی برای او تعیین نشده است. تجاوز و آزار جنسی چند مرد به این 2 زن موجب شده که شهروندان محلات در اعتراض به ناامنی این شهر قصد برگزاری تجمع داشته باشند، اما به گفته منابع آگاه شهروندان محلات تهدید شدند که نباید در این مورد سر و صدای رسانه‌ای به راه بیفتد. اعتماد نوشته است که بعد از اینکه یکی از خبرگزاری‌های محلی شهرستان محلات درباره این حادثه اخباری را منتشر کرد، فرمانده انتظامی این شهرستان اعلام کرد که موضوع تجاوز به این 2 زن به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته و متهمان شناسایی و دستگیر شدند. 3 متهم دستگیر شده به جرم خود اعتراف کردند. رانندگان عزیز، در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگان جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اونو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندا و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه های ایران
نیاز به وکلای جوان پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی طرحی را برای اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ارائه کردند. در صورت تصویب، اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی از پدران خارجی را منوط به اخذ آزمایش DNA مبنی بر اثبات رابطه قطعی نسب فرزند با مادر ایرانی و اخذ گواهی رد تابعیت خارجی و گذراندن مراسم سوگند می کند. این طرح که با امضای 28 نماینده برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، جلوگیری از شکل‌گیری جمعیت گسترده دو تابعیتی در کشور و ناکافی بودن قانون فعلی برای تضمین مشکلات امنیتی نداشتن متقاضیان را از جمله دلایل توجیهی این طرح اعلام کردند. در روزهای گذشته سختگیری‌های حکومتی در رابطه با شیوه گذران وقت شهروندان در تعطیلات مذهبی به اوج خود رسید. اقامتگاه‌های رسمی در کشور اگر در تعطیلات منتهی به روزهای نهم و دهم ماه محرم مسافر پذیرفته باشند، بر اساس دستور با خطر پلم روبرو هستند. این دستور هفته گذشته از سوی ادارات میراث فرهنگی و گردشگری استان‌ها صادر شده است. بر اساس گزارش هفته نامه کارنگ، دستور یاد شده در واپسین ساعت چهارشنبه گذشته در حالی ابلاغ شده بود که پلتفرم‌های آنلاین اجاره ویلا و اقامتگاه‌ها از قبل به رزرو مکان برای مسافران خود و دریافت وجه از آنها اقدام کرده بودند. برخی رسانه‌های ایران از کمبود شدید امکانات درمانی در منطقه بلوچستان، بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان خبر می‌دهند و می‌گویند برخی شهروندان بلوچ باید برای گرفتن یک نوبت سونوگرافی 8 روز در برابر بیمارستان بخوابند. وبسایت عصر ایران روز سه‌شنبه با انتشار ویدیویی در مورد کمبود امکانات درمانی در این منطقه، زن سالخورده‌ای را به تصویر کشیده که میگوید 8 روز در برابر یک مرکز درمانی در سراوان منتظر نشسته تا بتواند نوبت سونوگرافی بگیرد. بر اساس این گزارش، در این منطقه وسیع که از غربی ترین نقطه آن تا زاهدان بیش از 400 کیلومتر و جنوبی ترین نقطه آن حدود 700 کیلومتر فاصله است و هر شهر آن با شهر دیگر هم فاصله بسیار دارد، کمتر از حتی انگشتان یک دست بیمارستان وجود دارد. در این گزارش حتی گفته می شود که در برخی مناطق هیچ دندان پزشکی وجود ندارد و شهروندان مجبورند برای کشیدن دندان خود حدود 100 کیلومتر راه را طی کنند. در همین زمینه خبرگزاری ایسنا هم اردیبهشت ماه امسال در گزارشی اعلام کرد که مشکلات بهداشتی و درمانی در بلوچستان بیشتر از سایر نقاط ایران است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به پرسشی درباره سفر نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور عراق به ایران تاکید کرد که ایالات متحده همیشه توانایی ارسال پیام به جمهوری اسلامی را در صورتی که منافع ملی ایالات متحده ایجاب کند دارد. ماتیو میلر در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای این سفر بر آینده ثبات سیاسی عراق از اظهار نظر مستقیم درباره پیامدهای این سفر فرستاده سازمان ملل متحد خودداری کرد، اما وجود روابط دو جانبه بین عراق و ایران را تایید کرد. او بر موضع دولت ایالات متحده تاکید کرد و اظهار داشت که آمریکا مایل است که روابط دو جانبه عادی شود و از حاکمیت عراق
حمایت کند. با وجود هشدار نخست وزیر سوئد مبنی بر اینکه آتش زدن قرآن این کشور را به هدف بزرگتری برای تروریسم تبدیل کرده، دو تن روز دوشنبه صفحات کنده شده از یک قرآن را در خارج از پارلمان سوئد در استکهلم سوزاندند. دو مرد روز دوشنبه در مقابل پارلمان سوئد در استکهلم یک نسخه از قرآن را با آتش کشیدند. حرکتی مشابه رویدادهای قبلی که منجر به بحران دیپلماتیک بین کشورهای جهان اسلام با دو کشور سوئد و دانمارک شده بود. زلبان مامیکا پناهجوی 37 ساله عراقی و سلوان نجم همچون روزهای پایانی ماه جون که مقابل بزرگترین مسجد پایتخت سوئد حاضر شده بودند، روز دوشنبه هم یک نسخه از قرآن را قبل از آتش زدن زیر پا گذاشتند. این تجمع در حالی پایان یافت که تعدادی از مردم هم در مخالفت با این اقدام شعار الله اکبر سر دادند. پیش از این همین افراد تجمع دیگری را در 20 جولای در مقابل سفارت عراق در استکهلم ترتیب داده بودند که تایی آن کتاب مقدس مسلمانان بدون سوزاندن مورد حدک حرمت قرار گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در رشته گفتگوهای تازه با رسانه‌های آمریکا اظهار داشت که موضع من درباره هر معامله و توافقی با ایران، چه برجام قبلی و چه سایر توافق‌هایی با ابعاد کوچکتر، از دیرباز این بوده که هر توافقی که زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را عقب نراند از اساس بی‌ارزش است و هیچ معنایی ندارد. نخست وزیر اسرائیل افزود ایرانی‌ها اساساً آنچه را که به آنها در توافق می‌دهید می‌گیرند، اما عملاً از برنامه هسته‌ای عقب نمی‌نشینند و ظرفیت تولید سلاح‌های هسته‌ای یا اجزای سلاح‌های هسته‌ای را عقب نمی‌اندازند. روزنامه اسرائیلی هارس روز 23 تیر ماه ادعا کرده بود که دولت جو بایدن به پیشنویس توافقی آزمایشی با ایران دست یافته که بر اساس آن ایران اورانیوم را بالاتر از سطح 60% غنی سازی نمی کند تا اطمینان بدهد که اورانیوم 90% را که تنها برای سلاح هسته‌ای کاربرد دارد تولید نمی کند. هارس افتوده بود که دولت واشنگتن در این توافق آزمایشی پذیرفته که با آزادسازی اموال بلوکه شده ایران از چند کشور که ارزش کلی آن حدود 20 میلیارد دلار است مخالفت نکند. نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی روز دوشنبه خود با رسانه‌های آمریکا با بیان اینکه نمیتواند بگوید چون این معامله‌ای شدنی است یا خیر، تاکید کرد که چه پیش رفته باشد چه نه، دیدگاه من یکسان است. مسئولان حکومت طالبان در هفته‌های اخیر سختگیری به موسیقی را به دلیل اینکه از نظر آنها باعث ترویج فساد می‌شود افزایش دادند. در روزهای گذشته طالبان در هرات سازها و آلات موسیقی را جمع‌آوری کردند و به آتش کشیدند با این ادعا که موسیقی فساد اخلاقی ایجاد می‌کند. مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در بدخشان در شمال شرقی کشور هم روز گذشته USB های حاوی آهنگ و موسیقی را از خودروها جمع‌آوری کردند. بنا به گزارش‌ها آلات موسیقی به ارزش هزاران دلار روز شنبه با حضور چند مقام اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات آتش زده شد. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heyderilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی.
داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. وبگاه تجارت نیوز گزارش داد که قیمت دلار در ایران سه‌شنبه 10 مرداد به 49700 تومان رسید. طبق این گزارش قیمت دلار در آستانه کانال 50000 تومان قرار گرفت و با قیمت 49900 تومان معامله شد. تجارت نیوز مسدود بودن دارایی‌های ایران در دیگر کشورها را از مهمترین دلایل گرانی دلار دانسته و افزوده که دولت ایران بارها وعده آزادسازی 7 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده در کره جنوبی را داده بود، اما اکنون خبر رسیده که سئول قصد آزادسازی منابع بلوکه شده را ندارد و کار به شکایت ایران رسیده است. بنابر به گزارش تجارت نیوز، بعد از سفر سلطان عمان به ایران هم خبر رسید که 24 میلیارد دلار از منابع مسدود شده ایران در کشورهای مختلف آزاد می شود، اما به دلیل عدم وقوع این وعده ها دلار مجدداً روند افزایشی را در پیش گرفته است. به گفته ناظران اقتصادی، دولت ایران در ماه‌های اخیر قیمت دلار را با خبر آغاز مذاکرات هسته‌ای پایین نگه داشته بود، اما دو ماه از سفر سلطان عمان به ایران گذشت و هیچ گشایشی هم در روند پرونده هسته‌ای رخ نداده است. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می‌کنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.